16 سناتور جمهوری خواه امروز به ابتکار سناتور تد کروز که یکی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 بود، در نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستند که او هر چه زودتر از نظام تبادلات پولی بین‌المللی موسوم به سویفت بخواهد که ایران را از این نظام خارج کند. در این نامه آمده است که راهبرد فشار حداکثری دولت پرزیدنت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه همکاری ایران با سویفت موفقیت‌آمیز نخواهد بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با خواست وزیر خارجه‌اش مبنی بر جداسازی نظام پرداختی اتحادیه اروپا از آمریکا به عنوان راه حلی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران مخالفت کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواستار ایجاد یک کانال مستقل موسوم به صندوق پولی اروپا از نظام موجود موسوم به سویفت است. خانم مرکل میگوید در سویفت سازوکارهایی برای جلوگیری از تامین مالی گروه‌های تروریستی وجود دارد. اگرچه اروپاییان امضا کننده برجام از خروج آمریکا از توافق اتمی ناخرسندند، اما همگی با واشنگتن در مورد مقابله با گسترش برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نفوذ و استقرار نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه متفق الرأی هستند. با خروج واشنگتن از برجام، تحریم‌های آمریکا بر ایران اجرایی شد که بر پایه آنها شرکت‌های بین‌المللی باید بین ادامه کار با ایران و یا آمریکا یکی را برگزینند. با اجرایی شدن تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران خارج شدند. در این زمینه از ریچارد گولدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پرسیدیم که آیا پیشنهاد هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، مبنی بر تشکیل نهادی با نام صندوق پولی اروپا برای انجام کار موازی با نظام تبادلات مالی بین‌المللی موسوم به سویفت عملی است یا خیر؟ فکر نکنم که اروپایی‌ها دست به تشکیل آلترناتیوی در برابر نظام سویفت بزنند، زیرا نظر اقتصادی دلار ارز قالب تبادلات نه تنها در نظام سویفت است، بلکه ارز قالب تبادلات در جهان است. بنابراین عقلانی نیست که سیستمی در رقابت با سویفت تشکیل داد، زیرا کار نخواهد کرد. همچنین مخالفت آنگلا مرکل با این پیشنهاد از این مسئله ناشی می‌شود که توان تحریم‌های آمریکا را درک می‌کند و می‌داند تحریم‌ها ماندنی هستند. او اهمیت به مراتب بیشتری بر ادامه پیوند نظامی امنیتی بین فرش با آمریکا نسبت به دور زدن تحریم‌ها قائل است. همچنین از آقای گولدبرگ پرسیدیم در صورتی که اروپایی‌ها چنین نهادی را تشکیل دهند، این اقدام چه نتایجی در بر خواهد داشت؟ متاسفانه اگر آلترناتیوی در برابر سویفت تشکیل شود، صرفاً یک پیام را تداعی خواهد کرد، اینکه ای کشورهای یاغی جهان، شما می توانید با بهره گیری از سیستم ما تمامی اقدامات تروریستی، ساخت موشک‌های بالستیکی خود، برنامه نقض حقوق بشر خود و حتی کمک به رژیم بشار اسد را از طریق ما تامین مالی کنید. به نظرم هیچ شرکت بین‌المللی حاضر نخواهد شد که از این سیستم استفاده کند و این نظام مالی از همان ابتدا محکوم به شکست.